سلام دوستان، شما بیننده ویژه برنامه المپیک از تلویزیون سبا و رادیو نوا هستین. ما عبدالمقیم عبدالرحیم زی در این برنامه با شما هستم و در خدمت شما هستم. از آنجایی که شما بهتر در جریان هستین که 18 روز به مهمترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک 2012 لندن مانده، ما شما در آستانه رسیدن به بازی های المپیک 2012 لندن هستیم. شما حتما در جریان هستین و خوبتر در جریان هستین که تلویزیون سبا و رادیو نوا بازی های المپیک 2012 لندن و مثل بازی های 2008 کشور چین به صورت زنده، قانونی و شفاف نشر میکنه. خوشحال هستیم که در برنامه کنونی مهمانای عزیز، کسایی که در بخش ورزش تخصص دارن، کار کردن، مهمان ما هستن تا از دیدگاه از اینا ورزش المپیک 2012 را به بررسی بگیریم. در برنامه کنونی ما جناب محترم ماستر سپورت فرید صدیقی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان افغانستان، و دکتر محمد یونس پوپلزی، رئیس ملی فدراسیون والیبال افغانستان با ما هستند. امیل عزا، مهمانان گرانقدر در استودیوی پخش مستقیم تلویزیون سبا با ما هستند. جناب صدیقی صاحب، جناب پوپلزی صاحب، بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام به تمام دوستان. روند برنامه ما به قسمی است که ما قبل از بحث خود گزارش ویژه از کسایی که در المپیک افغانای عزیز، جوانای عزیز ما که در المپیک 2012 لندن اشتراک میکنند، یک نگاه بسیار مختصر به زندگی از اونا داریم. بعدش میایم صحبت ها را با شما و با جناب دکتر صاحب در جریان میگذاریم. بیننده های عزیز، امیدوارم تا لحظات آخر از این برنامه یا از این گفتگو بیننده ما باشین. قابل ذکر میدانیم که بعد از ساعت 9:30 امشب شما میتونید در نمی برنامه به صورت زنده و مستقیم تماس بگیرین و محور بحث ما در ارتباط به بازی های المپیک 2012 لندن از حرفا، پیاما، گفت و شنودی که شما با مهمانای ما دارین و با مردمتان دارین میشه، از ازیرا یعنی ساده‌ترین را استفاده کنین و با ما با تماس شوین. اما شما در برنامه های گذشته دیدین که تیم ورزشی تلویزیون سبا و رادیو نوا در ارتباط به تمام المپیانای ما و تمام ورزشکارای افغانستان گزارش های بسیار ویژه و مختصر می سازن تا اونا بیشتر به معرفی گرفته شود. در برنامه های قبل شما از روح الله نیک پاک، کسی که مدال المپیک 2008 داشته، زندگی نامش دیدین، همچنان از مسعود و اجمل فیصل و دیگر دوستایی که در المپیک اشتراک میکنن. در برنامه کنونی نگاه بسیار مختصر به زندگی نثار احمد بهاوی، نایب قهرمان تکواندو جهان و کسی که به المپیک 2012 لندن در حال رفتن است، توجه داشته باشین. واسم با ما همراه باشین. نثار احمد بهاوی در سال 1364 در ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. او از نوجوانی علاقمند ورزش بود و بزرگترین رویایش رسیدن به سکوی اول رقابت‌های بیرون مرزی بود. بعد از تلاش‌های شبانه روزی، او توانست وارد زمین مسابقات خارجی گردد که این حضور وی او را در سکوی نایب قهرمانی جهان رساند و دو مدال بازی‌های آسیایی را نیز کسب کرد. نثار اولین ورزشکار افغانی بود که با شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلا شده و در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه تنها مدال‌آور کاروان ورزشی این کشور بود. در همان سال با شرکتش در رقابت‌های حسن نیت که در هندوستان برگزار گردید، توانست مدال طلای این دوره از بازی‌ها را نیز کسب کند. بهاوی در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2007 پکن، هادی سایی، قهرمان چندین باره جهان از کشور ایران را شکست داد که این بزرگترین دستاورد او در مقابل قهرمان جهان بود. پیروزی بعدی او در بازی‌های آسیایی گوانگژوی 2010 در مقابل فرزاد عبداللهی، دیگر قهرمان جهان بود. مدال طلای اولین دوره بازی‌های آسیایی هنرهای رزمی در بانکوک در سال 2009 از دیگر عناوین مهم اوست. حضور بهاوی در رقابت‌های کسب سمیه 2012 لندن با کسب طلا خاتمه یافت.
بهاوی پرچمدار کاروان ورزشی افغانستان در المپیک 2008 پکن و بازی‌های آسیایی گوانگژو نیز بود. در المپیک پکن و یکی از تنها 4 ورزشکار این کشور بود و با 2 شکست از حریفان آمریکایی و آلمانی از دور مسابقات حذف شد. وای از مهمترین قهرمانان ملی افغانستان است و یک ورزشکار 10,000 نفری نیز در زادگاهش کاپیسا به نام او تأسیس شده است. وای همچنین مدال عالی دولتی وزیر محمد اکبرخان از نشانهای رسمی دولت افغانستان را به همراه 200,000 افغانی هدیه نقدی از حامد کرزی رئیس جمهور این کشور دریافت کرده است.